چونه هاش چی؟ نه چونه هاش خوبه، فقط ابروی سمت راست رو چه خورو بیشتر پر کنی. بله جناب سروان، ابروش قشنگ انگار خط بود، کوچ کم بود، ابروی کمی داشت. من اینو دیگه مطمئنم. خب وزنش چقدر بود؟ هیکلدار بالای 100 کیلو. تهش 60 کیلو. لاغر کاملا. یعنی من آدم 100 کیلویی رو با آدم 45 کیلویی تشخیص نمیدم؟ صورتش چطور؟ این فک تیز، گوشه‌های بینیش، این گونه‌هاش. اون اینجاها جوش داشت. خب بعد اینجا یه دونه از این سیبیلا رو سیبیلش از این سیبیل اینجوری بود؟ همین دقیقا اینا همش هم با هم فرق میکنه. تو این مشخصاتی که ایشون داره میگه این عکسه، شما یه عکس دیگر داره میگین، ایشون یه عکس دیگر رو فرق میکنه، اصلا با هم مغایرت داره. این عکس جناب سرمان، من دنبال ماشین بودم. سوا سلام فرید جان، چی شد؟ هیچی بابا، یه سری مراحل اداری قانونی داره باید طی بشه حتما. جنگیزی هم چی شد؟ قربونت، به خاطر همین این جنگ دیگه، حالا دارن چهره نگاری میکنن تا یه ردی از این دزدا پیدا کنن. دزدا؟ تو که گفتی یه نفر بوده؟ حالا من مثل گفتم، عزیزم پشتم صف وایسادن میخوان زنگ بزنن، من اومدم همه رو برات تعریف میکنم. باشه بابا، گم شد، نمیدونم. فرید جان، قبل از اینکه تو زنگ بزنی من بهت زنگ زدم، یه بچه گوشی رو برداشت. بچه؟ نه بابا، حتما اشتباه میکنی. قربونت، دارم صدا میکنم، من باید برم زنگ بزنم. خیلی خوب، حتما راه میفتم میام کلانتری. نه 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 نه، اینجا اصلا جای تو نیست. چشم جام سروان، الان میام، من زنگ میزنم بهت، بعد یه جا میبینم. خدافز. مادر جان ببخشید، جسارتاً چون که شما از لحظه‌ای که سوار این خودرو میشید تا لحظه‌ای که به مقصد برسید این خودرو جزء قلمرو شخصیتون حساب میشه، من اجازه دارم تلفنم جواب بدم؟ بله خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی لطف میکنم، ممنون. الو مخصوصا بفرمایید. الو بیژن. آره تویی؟ این شماره مال کیه؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ من تو کلانتری ام، موبایلم گم شده. تو ماشین تو نیست؟ نه بابا، تو ماشین من برای چی افتاده باشه؟ کلانتری رفتی چیکار؟ آوردن واسه چهره نگاری سارق وانه. بیژن، داشتیم گیر میافتادیم. گیر چی؟ فهمیدن؟ نه بابا. یه همسایه آقا نادرینا یه نفر تو کوچه دیده، داشته میگفته من دوز نیستم، من دوز نیستم، نمیدونم اونم برداشتن آوردن چهره نگاری، بعد مشخصاتی که داد عین تو در اومد. آره چی داری میگی تو؟ یعنی میگی که من الان تحت تعقیب هم، عکسم الان چاپ کردن زدن همه جا؟ قشنگ حرف بزن ببینم چی داری میگی؟ شلوغش نکن بابا، منم مشخصات جهانو دادم. مشخصات جهانو واسه چی دادی؟ جهانو چرا لومیدی؟ رفیقمونه نامرد. چه رفیقی؟ رفیق توه، منو قاطی رفاقتتون نکنی لطفا. فرید، یعنی الان جهان تحت تعقیبه؟ فرید جون، هر کی دوست داری این پرونده سفید منو سیاه نکنی ها. من تا حالا پام تو کلانتری باز نشده فرید، من دوز نیستم. چیو من دوز نیستم؟ من دوز نیستم، من دارم میگم مشخصات جهانو دادم به پلیس، فکر کنم خودشونم گیج شدن. البته صاحب گفت ببینم الان گفتی تو کلانتری تو؟ آره. یعنی با تلفن کلانتری داره به من زنگ میزنی؟ آره. چطور؟ احمق جون، لااقل رمزی حرف بزن. رمزی چجوریه؟ اونو داری شنود میشی الان، الان خط منم سوزوندی رفت، سری خطش کن، فرار کن، برو. شنود؟ دوربینم داره. آره ببینی جای مطمئن رسیدی به من زنگ بزن، آدرس بده بیام دنبالت. من مسافرم پیاده کنم میام سری دنبالت. باشه، پس من اومدم بیرون بهت زنگ میزنم. خداحافظ. مادر جان ببخشید یه خورده ما حرفمون طولانی شد، معذرت میخوام. دزده بین همه چیز، نگه دار. نه نه نه. نگه دار میگم، نگه. اما تو سوء تفاهم شده. اگه نگه نداری جیغ میزنم. جیغ برای چی؟ مادر سوء تفاهم شده، ما داشتیم شوخی میکردیم. نگه دار. بهت میگم نگه دار. خانم جان، چای نگه میدارم.
چطوری؟ بد نیستم، تو چطوری؟ منم خوب. خیلی وقت وایسادی؟ نه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه است منم. چه خبر، بابا خوبه؟ بهتره. کلانتری چه خبر بود؟ کلانتری که داستان شد دیگه. رفتیم چهره نگاری و این کارهای اداری و ببینیم پیدا میشه یا نه. گوشیت پیدا نشو؟ نه، هیچ جا نیست. اصلا انگار آب شده رفته تو زمین. از بیژن پرسیدم تو ماشینمون، گفت نه. منم که چند بار زنگ زدم کسی جواب نداد. یه بارم که کسی جواب داد صدای بچه میومد. بچه؟ اتفاقا گفتی بهش فکر کردم، شاید خط رو خط شده، نمیدونم. خط رو خط شده فرید، تو یه جوری نشدی فرید. چجوری؟ آه، فکر کنم اینو جدیدن میبندم. میخوای خوشت نمیاد بازش؟ ببین اصلا حوصله شوخی ندارم، جدی دارم میگم. خب. یه جوری شدی، از من دور شدی. اون فریدی که من میشناختم نیستی. احساس کنم اصلا نمیشناسم. نه عزیزم، بیا حالا بریم یه چیزی من بخوریم، من دارم گشنگی میمیرم. تو هم که هر دفعه به ما میرسید گرسنه ای. عبی جان ستاری، سلام خانم. سلام قربونه دیکسی. همون همیشگی رو برامون بزنیم. همون همیشگی. فرید من تو به هم دروغ میگیم؟ نه، چه دروغی؟ چطور؟ نه، پس ماجرای این گوشی چیه؟ گم شده دیگه، چی کار کنم؟ گم شده؟ تو هم این خیالت نیست. مگه میشه آدم گوشیش گم بشه این خیالش نباشه به روی خودش هم نیاره؟ من تو بودی چی کار میکردی؟ همون کارو کنی. گوشی تو کجا گذاشتی؟ خونه کسی جا گذاشتی؟ کجا آخه؟ من نمیدونم، هرچی میگردم نیست. فکر کن گوشیت خونه کی مونده فرید؟ نمیدونم، تو چیزی میدونی؟ این آدرس خونه کیه؟ اینو کی بر تو فرستاده؟ همون خانومه که گوشید مونده خونهشون. کدوم خانومه؟ همون که بچه کوچیک داره. الان گوشی من اینجا؟ بله، گوشی شما اینجاست. آخرین باری که زنگ زدم این خانومه گوشی رو برداشت، گفت گوشی این آقا مهربونه مونده خونه ما. آقا مهربونه. خب میرم میارمش. نه، میریم میاریمش با هم. اونم میشه. همه جا نزن اینو برام. نه آقا بزنی. مگه نمیگی بریم بیاریمش؟ چرا حالا هول نکن، همیشگی تو بخور بعد. چرا الان نریم؟ با اینکه خانومه گفتن امشب تشریف ندارن، فردا میریم. فردا میریم میگیریمش. همه جا بزن. کامبرکی زده. اما اینقدر فکر کردن نداره که فردا بالا میشه میره خونه پیرمرده، همه چی روشن میشه میره پی کارش. تمام. چی روشن میشه؟ تمام. قضیه جایزیه دیگه. تازه مرحله دوم. مرحله اولش چیه؟ مرحله اولش اینه که سبا فکر میکنه پای زن دیگه وسط. میفهمی؟ نه بابا. میدونی فرید، تو یه را بیشتر نداری. اونم اینه که بلند شی بری سری شمایسی بشی. خب اون 75 تومنی که قولشو بهت داده بگیری ازش. خب 75 تومنی که گرفتی میریم این درون در میذاریم یه قفس نقلی قشنگ جمع و جور ترتمیز و سطح رو میگیریم، دوتایی بلند میشید میده تو قفس. تو قفس که برید همه این سوی تفاهم ها دیگه برطرف میشه. نه همش بهونه گیری زنونه است، من میشناسمشون. بالاخره هرچی نباشه دوتا پیرن از تو بیشتر پاره کردم. بگو. خب ببینم چی میشه. بیا همین سه که تو ماشین بود پشن برو اینه یه مرد همه حرف تو باش بزن وال قضیه رو بگی. برو بسر شجاع باش. با بابا حرف نزنم با چی بسن؟ هر اتفاقی بیفته من با آتن خیلی دارد. سلام برسن. سلام بابا، خسته نباشی. سلامت باشی بابا جان. اون پیشگوشی رو ده. من خدمت شما. بابا یادت گفتی؟ آره بابا جون، من همه چی یادمه. یه میدونی میخوام راجع به چی بگم؟ بس چی فکر کردی؟ گفتی سلام بابا،
گفتم بیشگوشتی. 10 سالت بود که امبر دست دادی دستم. اون موقع یه کتک سیر بهت زدم که تو فرق بین امبر دست و پیشگوشتی رو بدونی. بله. ولی پدر میدونی اون موقع خب بچه بودی نمیدونستی، ولی همون کتک باعث شد که تو رو ببره به سمت موفقیت. موفقیت؟ کدوم موفقیت؟ تو رتبه 4 کنکور بودی، میتونستی پزشک بشی ولی رفتی دامپزشکی. این یعنی موفقیت دیگه. ای بابا من هنوز 8 گرون 9 موفقیت کجا بوده؟ هنوز دنبال حقوق عقب افتادم. هم میدونی همش فکر میکنم اگه رفته بودم دنبال یه راه دیگه، چه میدونم، میرفتم خوانندگی که دوست داشتم، با اختلاف موفق تر بودم. همینم مونده بود که بهت بگن مطره آی دکتر، این دکتری رو از من داری، ولی علامت میگفتن خواننده. تو جاه طلبی، بلند پروازی، یکم قناعت کنی ها همه چی درست میشه. ولی بابا تو این دور زمونه اگه کمک مامان بابا نباشه بچه ها نمیتونن پاشن. قبول ندارم. زندگی به من یاد داده تو سختی ها، تو سربالایی ها معکوس بکشم. من اگه بهت کمک میکردم، پول بهت میدادم، میرفتی سراغ زندگیت، هر وقت که گرفت و گور پیدا میکردی میوادی میگفتی بابا پول. وقتی که من نداشتم چی میشد؟ من تو رو اینجوری باره بردم. یخچه میخوری؟ ممنون. این که شما میگی با کمک کردن اصلا تومنی 2000 به قول خودتون توفیر داره. من الان یه سوال ازت دارم، فرق بین دنده 1 و دنده 3 چیه؟ جدی داری میپرسی؟ ها چی؟ خب چون یهو پرسیدی، خب 3 سبکتره. همین؟ من میتونم 2 ساعت راجع به فرق بین دنده 1 و دنده 3 با حرف بزنم. اینه اون فرقیه که بین من و توه، اینه اون تجربه‌ای که من میخوام به تو یاد بدم. بعد ببخشید میشه 3 فرقشو بگین من یاد بگیرم بابا جان؟ میدونی اصلا ولش کن، ولش کن این حرفا رو، بی خودی من فک زدم. بگو اینم اصلا واسه چی اومدی اینجا با من حرف بزنی ها؟ ممنون که پرسین. راستش اومدم. راستی این قضیه خونه رو چرا به سبا نمیگی؟ این طفل معصوم کلی واسه این جهیزیه زحمت کشیده، اینجا رو بالکن یه وقت از بین میره تو برف و بارون. بله بله منم دقیقاً برای همین اومدم بابا. تا کی پس میخوای اینجا باشه؟ چی کارش میخوای بکنی؟ دست به جنبون. مردم دختر به پسر نمیدن، به خانواده‌اش میدن. بالا غیرتن آبروی خانواده رو حفظ. چشم، دقیقاً من میخوام همین کارو کنم. تنت سالم باشه. مردی کار میکنی ایشالا مشکلاتت حل میشه. پدر مادرم جز دعا هیچ کاری واسه بچه نمیتونن بکنن. بیگ اومد. بده بیا. چند شد؟ 60 تومن. 60 تومن؟ بله. هفته پیش 40 تومن بود. الان 60 تومن. مستر تو شد. کاش 10 تا گرفته بودن. فری برمون امرات هست 60 تومن؟ 60 تومن. 10 تومن دارم. نه کارت، کارت چی داری؟ آها بده بیاد رمزش چنده. دستون درد کنه، قوضه پایاش باشید. چشم خیلی بهمون، دستون درد کنه. خیلی دستون درد کنه، خسته نباشید. برو 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 آزه باش. همینجاست. اینجاست مطمئنی؟ آقا سلام. برو آقا. سلام 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 با. سلام بابا ببین کی اومده سلام دخترم. لطف میکنی این گوشه ما رو بدین. آره پسر گلم بفرما. ممنون با اجازهتون. سلام جان بریم یه چای تخ مهمونی ما باشین. لطف دارین صرف صرف شده خانم. یه آقاتون خیلی مرده، مگه من میزنم شما برین؟ مواظب باشین. اصلا نمیشه خانم بفرمایید تو خواهش کنم. نمیشه که روشون رو زمین بندازیم؟ میشه. نمیدونم مواظب باشه. ختم کلون اینجا این آقاتون مردانگی رو در حق من تموم کرد. از قدیم گفتن دخترم مردان خدا گوهر دریای وجودن، بر گوهر ارزنده بهایی نتوان زد. قدرشو بدون، خیلی قدرشو بدون. با اجازه. سبا سبا چی شد؟
اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ بله جانم ببخشید اینجا بفرمایید. بله 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 چشم از من همش رو شما میگم. من هنوز نفهمیدم چطوری وسایل من سر از این خونه در آورده. قربونت برم برای تعریف کرد که من و ویژن این دزده رو تعقیب کردیم رسیدیم تا دم در اینجا. خب بعد اصلا دیدی وانت خالیه. نگو این بنده خدا از خدا بیخبر نمیدونسته این جایزیه رو آورده تو فکر کرده از خیریه براش رسیده خالی کرده تو این خونه. بعد از این قیافه‌هاش رو باید می‌دیدی. اینا رو با اینا اشتباه گرفتم. نه، اینا رو با اونا اشتباه گرفتم. اینا با اونا. آره. خب. فرش دوتاست. خب. همین دیگه. دیگه چی بهش میگفتم؟ نتونستم بهش چیز بگم. خیلی خوشحال بودم. نتونستی. به من تونستی بگی. به بابام که کارش کشید به اورژانس تونستی دروغ بگی. یه غریبه نتونستی؟ نتونستم. دل سوخت زوخ کردی زوخ کردن بزن وانت بیاد. وانت برای چی؟ واسه چی؟ وسایلو ببرم خونم. قربت برم بیدار من خودم میبرم. سعی و سالم نگرانم اصلا نباشی. وانت میگیرم. نمیخواد. میترسم دوباره اون رگ قهرمانانه تو اوت کنه اینا رو وسط را به باد بدی. یعنی تو به من اعتماد نداری؟ زنگ میزنی یا برم سر کوچه وانت بگیرم؟ یه خاله اونو مراقب باش. مراقب باش. بده من. نه انداختیش که نه عزیزم. خب. بفهم. آقا اونا اون چینیا نشده اونجا؟ بله. خاله اینو بده من. این جعبش یکم خراب شدش. قد که بردن و آوردن. اینم بی زحمت یه جای بذاری تو دست انداز نیفته خورچه ایمون جهیزی مامانم. یه لحظه میای عزیزم. الان میام الان میام. مراقبشون باشید. اینا رو محکم ببندید بی زحمت. دست شما درد نکنه. بله. بله فرید. عزیزم تمام شد؟ تقریبا نه دیگه یه ذره مونده. یه ذره مونده. خواستم بپرسم اینا رو کجا ببریم؟ کجا ببریم؟ خونه خودمون دیگه. حالا فقط همین یه دونه وانت اضافیه. خونه خودمون ببریم. نه اضافی نیست. راستش چجوری بگم؟ بگو بگو فقط سریع بگو. چی شده؟ خونه نداریم. مثلا خونه هم نداریم. یعنی نیست کلن. خیلی شوخی بیمزه این وسط. بیبریم به کارمون برسی. شوخی نبود. شوخی نبود. دیروز های زنگ میزدی به موبایلم. میخواستم دیات زنگ میزدی. آره خواستم بگم اون موقع هر کاری کردم بشه ولی نشد. پسر هاشمزاده پیداش نشد چی میشه اون وقت؟ فدا سرت. دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. اونام آدمایی نیستن که بخوام پول ما رو بخورن بپیچونن که. یه سری مراحل قانونی داره باید طی بشه. بعدم خدا رو شکر با بیژن تونستیم اساسیه رو از اون خونه در بیاریم. وگرنه با اون بابات که واویلا بود. یاب دم این بیژن گرما. من هی دیدم چرا مبل و سرویس خوابو میخوام ببرم تو خونه. این داره بال بال میزنه. نگو خبر داشته. آره بیژن عالیه. خبر داشت. من که شریکتم زن زندگیتم نباید مسئله به این مهمی رو خبر داشته باشم. عزیزم من فقط به خاطر خودت بهت نگفتم. میخواستم اعصابت خورد نشه. گفتم شاید یه راه چیزی پیدا کنم که نکردم. واقعا به خاطر من نگفتی؟ الهی بمیرم. تنهایی میخواستی راه حل پیدا کنی؟ دور از رو فدای سر به فرید جان. فقط مرگی که چاره نداره. اینا رو جدی داری میگی؟ معلومه. من میگم شاید یه حکمتی بوده. نه حتما
ولی فرید خان دلیل نمیشه که بخوای چیزی از من تو زندگی پنهون کنی ها. قرار تا آخر عمر با هم زندگی کنی. چش. بعد به من استیو قول بده. قول بده که تا آخر زندگی با من اینطوری باشی. قول. قول. کیه؟ بزریه. قول ندادی ها. الو. سلام آقای بزری. خب چی شده؟ آقای بزری من هزار تا گرفتاری پشت بانتم. بگو مرخصی میخون. آقای بزری من ناسلامتی اومدم مرخصی ها. میگه بیا داد نزنین. داد میزنه؟ کارشه. خیلی خوب خودمو میرسونم. بوق نزن دیگه. فری جان خدا حافظ. چی گفت؟ میگه کار اورژانسی پیش اومده باید بیای. خب برو دیگه. تو رو برسونم این وسایل برم خونه بابا بعد میرم. اونطوری که تو این ترافیک شب میشه فری. دیگه چاره ای نیست. خب بیا با هم با ماشین بریم مزرعه. منم باهات میام. جدی میای؟ آره دیگه بریم اونجا بعد کار تموم شد وسایل میبریم خونه بابات. کمر درد نگرفت؟ چرا یه ذره. ولی اشکال نداره. آقا همینو مستقیم برو. حقته. تو لیاقتشو داری آقای بزری. ممنونم. متشکر. ما باید هوای هم دیگه رو داشته باشیم. آخه تا این حد داشته باشیم هم با وام هم موافقت کردین هم دو گرچ بوق عقب افتادم میخواین بدین. جواب خوبی خوبیه پسرم. ممنونم پدرم. ببخشید آقای بزری دیگه البته جای پدر ما هستین دیگه. آقای بزری یه سوالی برای من پیش اومده. بگو. اتفاقی افتاده. نه مثلا چه اتفاقی؟ نمیدونم آخه تا حالا اینجوری نهیده بودم اتون. یه کارفرما باید قدر نیروهاشو بدونه. نه اونم خوبا رو. ممنونم با اجازت فرید جان. جانم یه زحمتی برات دارم. بفهم. و کاری که تو باید برای من انجام بدی اینه که هر روز بری خونه یه برادر خانم من. برادر خانمتون؟ آره. واسه چی؟ برادر خانم من 6 ماه سفره و تو مسئولیت مراقبت نگهداری و تغذیه زئوس رو به عهده میگیری طبق برنامه که من به تو میدم و به طور کامل باید آب و غذاشو بخوره و مطمئن باید باشی. مفهومه؟ زئوس؟ آره زئوس یه حیوان خانگیه. بعد هر روز؟ آره سر وقت. دقیقا مراقبت کامل. ببین سلامت زئوس برای برادر خانومم خیلی اهمیت داره، همینطور سلامت برادر خانومم برای خانومم، سلامت خانومم برای من و بالعکس. بالعکس مفهومه؟ مثل اینکه کلید برنامه دقیق آدرس هم زیرش نوشتم. سلام بابا جان بهتری؟ خب خدا رو شد کجا این اینقدر سر و صدا میاد؟ پاشدید رفتید کارگاه؟ مگه دکتر نگفت باید چند روز استراحت مطلق کنید از جاتون تکون نخورید؟ عجبا. خانم مهندس عروسی برادر زنمه، دیرم شده باید برگردم. باشه چشم الان همه هنگ میکنم. بابا مژدگانی بدین. بله پیدا شد همشو. حقیقتش من نمیتونم انجام بدم این کارو. نمیتونی؟ نه آخه الهی قربونم چشاتون برم یه مسئولیت سنگینیه این برای من. من از پسش بر نمیام به خاطر اینکه خودتون هم گفتین این حیوان خونه زئوس
برای برادر خانومتون خیلی اهمیت داره و از اون طرف هم برادر خانومتون برای خانومتون خیلی مهمه. از این رو این لیست بلندبالایی هم که به من دادین توی این برهه زمانی برای من یه کار نشدنی و از عهده من خارجه. به خاطر همین میگم اگه آقای ترابی بدین انجام بده فکر میکنم خیلی برو بیرون. آقای بزری حسابداری لطفاً اون وام و دو ماه حقوق عقب افتاده‌ای که قرار بود به حساب دکتر فرید سرخوش واریز کنید و کنسل کنید. آقای بزری در زم به تو رو بگی سری بیاد اتاق ما. آقای بزری خانم مهندس چی شد پس؟ به خدا دیرم شده باید برگردم. الان زنگ میزن، الان تماس میکنم. صدای آقای راننده وانت. باشه چشم بابا جو، خیالت راحت باشه، مراقب خودت باش. تو رو خدا خداحافظ. الو فری جونم. سبا این آقای راننده برادر زنش عروسیشه، امروز میخواد بره اونجا. چی؟ عروسیه کیه؟ برادر زنش. چه فرقی میکنه کی؟ نمیفهم. سبا من بهت زنگ میزنم. ترابی کجا؟ من میرم پیش وزیری بهم زنگ زده کار واجب داره. چیه با ما موافقت بوده؟ تو از کجا بودی؟ اول اومد به من گفت، من گفتم نه قبول نکردم. ولی تو که خیلی پول لازمی دکتر. آره دیگه ببین چی گفته که من قبول نکردم. فرض کن خودت. عجب آدم نامردیه. تو میدونه بهش احتیاج داری، بازی در میاره پیشنهاد ازش. دقیقاً. آقای دکتر ببین قدرت با آدم چیکار میکنه. وزیری آدم بدی نبود. آره بد نبود، بد شد. حالا اینا رو ولش کن، تو برو زن و بچه داری به کارت برس، من خودم ردیفش میگم. فقط به کسی چیزی نگیام. من به کسی حرفی نمیزنم، ولی اگه میتونی به من بگم چیه، چی خواسته ازم؟ آخه بعد از ندونی بهتر. برو. آخه نه بگو دیگه، یه چیزی بگو بعد بهم بگی. بگو جان من. جانت. برو به سلامت. ردیفش میکنم. بیا دورشو خط میکشم، پر رنگ میکنم، دو تا درخت کاجم اینجا میکشم، وسطشم یاس. دیگه گم نمیکنی. ممنون. ماشاءالله شما هم خوب سری از کوره در میرین ها. ما شوخی کردیم، مزاح بود. ببین فرید جان، اگه من به تو این پیشنهاد کردم به دو دلیل بود. یکی این که من به تو اطمینان دارم، دوم تو پزشک این مجموعه هستی، اگه نباشی سنگ رو سنگ بد نمیشه. ولی این کار رو میتونست اداره ساختمونشون هم انجام بده. بله متوجه. مطمئن باشم؟ خیالتون تخت. اونجا یه مقدار غذا هست، منم سعی میکنم تا فردا یه مقدار بهت برسونم. خونه باید خیلی تمیز باشه، زئوس و آلودگی خیلی حساسیت داره. برو به سلامت. چرا معطل میکنی؟ فقط اگه لطف کنین یه زنگ به حسابداری بزنین بابت اون دو ماه عقب افتاده با اون وامه که به جریان بیفته. حله دیگه سفارش نکنم. چشم. یه مازم برده. برو سلامت. خانم مهندس شما گفتید نیم ساعت؟ 4-5 ساعت شد بابا. آفتاب غروب کرد، زن من انقدر زنگ زد به خدا پدر من در آورد. کچلم کرد. انقدر عصبانی نبود. بابا قربونت برم، بیا دیگه فرداشم نیم ساعت. کجایی تو؟ شد 4 ساعت بابا. چی رو تعریف میکنی؟ یک ساعت ما اینجا معطل کردی. بذار من این آدرس رو برای بیژن بفرستم. کدوم آدرس رو برای بیژن بفرستی؟ بیا بشین برای تعریف. ها؟ الان تعریف کن. وایسا بفرستم. خوب باش. تو میفرستی برای من. Thank you.
اینجاست؟ آره. چه قشنگه. آره خوبه. آقا مهندس جان، به خدا خجالت زده زن و بچه‌ام شدم، خلاصم کنیم برم. یه کار کوچیک اینجا داریم انجام بدیم، رفتیم از خجالتت هم در میاد. آقا خر من از کرهگی دوم نداشت، کرهت هم نمیخوام، اصلا نمیخوام از خجالتم در بیان. این آتشخالاتون رو خالی کنین، تو رو خدا برم پی بدبختی. آقا هی شما میگید آتشخال، من هی میگم اینا جهیزیه است، باز شما میگید آتشخال. یه ذره احترام قائل باشید. حالا هرچی، دندون رو جگر بذار میریم میایم دیگه سری. چه خونه ایه. آره وضعشون توپ سوار. معلومه. آه بی جنم رسید. ای چه همزمان، چطوری؟ سلام علیکم آقا فری. خوبی؟ بالا بالا میپری؟ دست پیدا کردی؟ اینقدر به ما نمیاد همچین جایی زندگی کنی؟ نه بابا، با توجه به بحران اقتصادی که پشت سر گذاشتید میگم، وگرنه لیاقت شما خیلی بالاتر از این هست. نه بابا، اینجا خونه برادرزن صاحبکارمه، این بزری. بزری همون اسلبلیه؟ آره آره. یه شیش ماه گفته ایران نیست، یه همون خونگی داره سپردتش به من آب و غذا بدم و این چیزا. اساس برای چی آوردی پس؟ اینو آوردم ببریم خونه بابا. همین دیگه، برای بحث اساس که شوخ یاد ما افتادی. بیشن این راننده رو از صبح خیلی چرخوندم، شاکیه. خیلی شاکیه. آره. برو حرف بزن باش، بالاخره همکارته، زبونشو خوب میفهمی، برو نرمش کن. همکارمه؟ آره. کار من چیه؟ رانندگی. این بهت گفته کار من رانندگیه؟ مگه نیستش؟ نه، بیژن روانشناسی خونده، بعد به خاطر کارش باید با مردم در ارتباط باشه، واسه همین میگم بیژن این سوژه خوبیه ها، بروش کار کن، تحقیقاتتو انجام بده. آفرین، خیلی موقعیت خوبیه. برو تراپیش کن بیژن. بسپاریش کنم. حیبه، پس تا سرشو گرم میکنی من میرم بیام. استاد سلام علیکم، حال شما خوبه؟ کجا؟ بریم تو دیگه. واسه چی؟ به حیوان غذا بدیم. نه تو به اون میرم سری برمیگرم. نه منم باید میام، برای چی تو تنها بری؟ سبا زشت خونه مردمه. خونه مردم چطور تو تنها بری؟ من نباید بیام فقط؟ قربونه تو بمون پیش بیژن، من میرم زود برمیگردم دیگه. اون تو چه خبره که نمیخوای من بیام فرید ها؟ هیچ بابا، هیچ بفهم. خیلی خوشگله اینجا. آره خوشگله ما. سبا یه لحظه وایسه من غذا این بچه رو بدم به. باش. قشنگه اینجاست. وای 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 سلام، تو قرار مراقب این فسقلی باشی؟ نه بابا این که آره آره، این یه موش معمولی نیست، اینجوری نبینش. به نظر من که این یه همستر معمولیه، ببینم این؟ نه نه نه، اصلا اینطوری نیست. ببین این موشا گونه های مختلفی دارن، حدود 100 تا گونه دارن. یه سری از این موشا هستن به اصطلاح بهشون میگن موش آزمایشگاهی، اونا رو میتونی هر 10 تاشو مثلا دونه 1000 هم بگیری، ولی یه سری دیگه مثل این میلیونی میارزن. تو اینجوری نگاش نکن. میلیونی؟ آره بابا، قیافش شبیه موشه ولی فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ به نظر من که هیچ فرقی نمیکنه با همه سرای دیگه. بیا اینجا ببینم. نه خیلی فرق میکنه. یکی تو نون شبش مونده، یکی میره همستر چند میلیونی میخره و براش یه دامپزشک درجه یک استخدام میکنه. بگو بیژن. فرید این یارو راننده قاچ زده، میخواد بره عروسی. یعنی تو عرضه نداری یه دقیقه نگهش داری؟ خواستم نگهش دارم، میگه دست به من بزنی زنگ میزنم سر ده. خواه دقل برو سر کوچه وانت بگیر. چشم، فرمایش دیگه نداری؟ بلکل جان، اینجا بالا شهر ها، میدون تربار نیست که هر وقت
میکنی وانت پیدا کنی؟ بیژن تو رو خودت یه کاریش بکن دیگه. چی میشد این خونه مال ما بود؟ من دیگه هیچ غمی نداشتم. هیچ غمی؟ هیچ. مطمئن؟ آره تو خونوادم که خدا رو شکر صحیح و سالم، این کارم هم که دارم. این خونه هم داشتیم، جهیزیه رو توش میچیدیم، عروسی میگرفتیم، خیالمون راحت میشد. من دیگه هیچی از خدا نمیخواستم. هیچی. آره ولی البته فکر میکنی ها. چی رو فکر میکنم؟ ببین قضیه طمع انسان و این چیزا، ببین هرچی بیشتر خدا بهت میده باز بیشتر میخوای، هرچی بیشتر بهت میده گنده تر میشی باز بیشتر میخوای. نه من اینجوری شناختی؟ نه بابا تو که دختر قانعی هستی، کلن دارم میگم. حالا مثلا اینجا برای ما بود، بعد پارکینگ به این خوشگلی که نباید خالی باشه. چی میخریم؟ ماشین. آها آره ماشین. بعد با ماشین کجا میریم؟ شمال. آفرین شمال. بعد شمال که تکراری شد چی کار میکنی؟ ویلا جنگلیه. آره ویلای جنگلی. بعدش هم لابد میخوایم بریم سفرهای خارجه و دور دنیا. چی کار میکنی؟ بی خود ترسیدم دیدی؟ نه داشتم امتحانش میکردم. مثل اینکه کنجکاوی بشر کم از خندق طمعش نداره دکتر. بیا غذای موشموشک رو بده بابا، این راننده بیچاره میخواد بره عروسی برادرزنشه. آره ولی با کفش اومدی؟ آره بابا اینجا یه وجب خاک نشسته، کسی توش زندگی نمیکنه. بانتی چی شد؟ بانتی که خالی کرد رفت. خالی کرد رفت؟ آره دستشویش گذاشت. بعد تو هم گذاشتش اومدی؟ چیکار کنم دیگه، خالی کرد رفتی گفتم. وسایل منو. مگه وسایل شما پشت بانت نبود؟ خب آره خالی کرد دیگه. آره. جهیزیه منو ول کردی پایین بیت کردم. باشه کجاست گفتی؟ جهیزیه شوخی نیست، مال خواهرزم بود دم کردیم وسط میمونیم. بابا امنه اینجا. امنه؟ الان زندگیمو میبرن. اینم که نیومد. بیا با آسانسور بریم. برو با آسانسور. چیه؟ بیژن بیا برو بابا، دست نزن به این، خرابش میکنی امانت ها. بیا برو کنار این اساسیه وایسا، من برم یه وانت بگیرم، اونو که ارزه نداشت نگه داری. هره یادی چقدر میبردمه؟ کجا؟ ما که بیلیارد بازی میکردیم؟ تو خرابه دیگه یاد نیست؟ تیله بازی میکردیم، جمع کن برو دم اساسیه. بیژن تیله بازی دیگه اینا؟ حالا یه خوره مدرنش کردن، دو تا دستبیل اضافه کردن، 6 تا سوراخ. حالا چون دستبیل اضافه کردن بهش میگم بیلیارد. آره دیگه اون موقع با تیله میزنن با دست. بیژن بیا برو کنار این اسباب وسایل وایسا، من برم یه وانت چیزی جور کنم. بیژن فری میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ تو چرا از این موقعیتی که داری نهایت سوء استفاده رو نمیکنی؟ کدوم موقع؟ اگه تو هر روز نباید بیای به این حیوان غذا بدی. خب مگه صابونه خارج نیست؟ خب اگه اساسیت دم در نیست؟ خب چی میخوای بگی؟ میخوام بگم اساساتو بیار بالا. چی؟ بیارم بالا؟ شوخی میکنی؟ شوخی چیه دیوونه، جدی دارم میگم. مگه نمیگی یارو صابخونه شیش ماه خارجه؟ خب یه چند روزی اساساتو میاری بالا، بعد تا وامت جور بشه، سنوات باباتو بدنی، بچه هاشم داده برگرده، سر صبر میری یه خونه گوگلی واسه خودت پیدا میکنی. پیدا که کردی میای اساساتو خالی میکنی اونجا. بعد میگم؟ یعنی؟ آره دیگه، آبم از آب تکون نمیخوره فری. یعنی؟ سباز باتش بودم.